سیدا قاسمی و شکایت غیر مستقیمی او، اما از چه کسه؟ عجیب، در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. بانو سیدا قاسمی، آوازخوان شناخته شده افغانستان، در تصاویر تازه ای از رفتنش به حج عمره خبر داد. سیدا قاسمی که همواره خود را یکی از آوازخوانهای خیار در افغانستان معرفی کرده است، در پست جدید انگار از برخ شاکی و ناراض است. او در برگه فیسبوک خود اینگونه نگاشته است: در قدم نخست خداوند روزه و نماز همه مسلمانان جهان را به درگاه خود قبول بگرداند و یک صلح و آرامش را در ممالک جنگ زده به خصوص فلسطین برقرار نماید. با نیت پاک و صفا با خدا باش تا خداوند تو را یار و مددگار باشد. مهربانی، پرهیزکاری و انسانیت انسان را به خداوند بیشتر و نزدیکتر می سازد. خداوند باطن انسانها را می بیند و می داند که کدام بندهش از نگاه پرهیزکاری و انسانیت به او نزدیکتر است. و یقین داشته باشید هرگاه بدخواه کسی نباشید و حتی به دشمن بد نیندیشید. خداوند هر آرزویی که دارید برایتان برآورده می سازد. تمام فامیلم را دوست دارم و همه ایشان برایم اهمیت خاصی دارند، اما آرزویم همین بود که اگر خداوند بخواهد تا من به زیارت خانه مقدس کعبه بروم، می خواهم با 4 فرد مهمترین زندگیم یک جا بروم بخیر. و خداوند آنقدر مهربان است که صدای قلب مرا شنیده، من را با همان 4 فرد مهم زندگیم به آرزویم رساند. می داند چرا؟ چون خداوند می داند من بد نیستم. من بنده خیرخواه خداوند هستم که خود پروردگار مرا لیاقت خیر آنچه آرزو می کنم می داند. پروردگار خود را بیشمار سپاسگزارم. دوستای عزیز، انسانهای ظاهر خوب را زیاد دیدم، اما انسانهایی که ظاهر و باطن نیک داشته باشند هم است. لطفا هر قدمی که بر می دارید، هر حرفی که می زنید، کوشش کنید بدی یک شخص دیگر در آن نباشد. به انسانها نه، بل به خداوند فکر کنید. البته برخی از حج رفتن این آوازخوانها انتقاد می کنند و اعتقاد دارند حج رفتن با اینکه باز هم با آوازخوانی ادامه می دهند هیچ سودی ندارد، اما انگار آوازخوانهای افغان طور دیگر بدین نگاه می کنند. به هر حال برای بانو سیدا قاسمی تبریک میگویم و تندرستی برایش همچنان خواهانیم. شما هم حتما نظریاتتان را برای ما کامنت کنید. مردم میرن برای حج و حاجی برمیگردن به خانه هایی. در اوج کنسرت ها برگزار میشه. آیا یعنی ما بیشتر نمیفهم که رژیم فعلی که هست اونا یکم فکر نمیتونن بکنن در این باره؟ خب اگر قدر سخت گیریم سر هنرمنده یا سر هنر میکنن، اما سر دخترایی که مثال مکتب باید برن، سر خانمایی که باید کار باید بکنن،